از الله بترسید، مانی صلح نشوید. آنهایی که بیهجابی و بدهجابی و فسق و فجور را دوست دارن، مرزهای افغانستان به روی اینا بازه، برن در کشورهایی که بادارانشان اونجا هستن. افغانستان جای مفسدین نیست، بله تاریخ و گواه شاهده، تاریخ و گواه شاهده. افغانستان جای دموکراسی نیست، افغانستان جای اشغالگران و متجاوزین نیست. افغانستان جای حاکمیت بیگانگان نیست. اگر نمیدانی برو از انگلیس ها بپرس که مزه شمشیر افغان ها را چشید. انگلیس ها آمد، او طعم و مزه شمشیر افغان ها را میدانه. برو از روسیه پرسان بکن که تا به حال از رعد و برق و غرش تکبیر افغان ها خود میدن. از او غرش و یا غرش تکبیر افغان ها تا به حال به خود میلرزه. برو پرسان بکن. امروز امریکا چنان راه را گم کرده که جستجو میکنه که راه فرار کجا هست. امروز برای تو فاسد میگم، برای تو غلام حلقه به گوش میگم، برای تو کسی که این ملت را به ویرانی میکشانی، برای تو وطن فروش میگم، کاری بکن که شمشیر این ملت بر حلقومت گذاشته نشد. این را بدان این سنت الهی هست. یک وقت چنگیز چنان بر اسلام ظلم و ستم، بر مسلمین ظلم و ستم وارد کرده بوده که همه مردم پریشان بودن، میگفتن از اسلام خلاص شد. انگلیسا که آمدن گفتن از افغانستان خلاص، روسا که آمدن گفتن از افغانستان خلاص. چنین نیست، این دین از خود صاحب داره. بناهن به کسانی که مانی صلح میشن، به دستاوردهای پوچ و بیجای خود مینازن، برایشان میگم کمی به حال خود رم کنید، کمی به حال خود رم کنید. فسادکارانی که فساد میکنن، وطن فروشانی که وطن فروشی کردن، بیغیرتانی که دختر مسلمان را آرایش کردن، زیر دست و پای بیگانگان قرار دادن، برایشان میگم کمی به حال خود رم کنید. متوجه باشید این دین متعلق به فرد نیست، این دین ارتباط نداره که مجیب باشه این دین باشه، مجیب نباشه دین نباشه. نه، انبیا فدای دین شدن، علمای ربانی فدای دین شدن، فدای دین شدن. این جان ناقابل فدای دین الله، این جان ناقابل فدای دین الله، فدای دین الله. کاش که لیاقت پیدا بشه، کاش که ارزش پیدا بشه، کاش به درگاه الله این لیاقت و شایستگی بیایه که این جان ناقابل فدای دین الله بشه. اما یه حرف رو میگم، حرف آخر رو میگم، شاید باشم یا نباشم، 100 سال کفر بر این ملت حاکمیت داشته باشه، بار دیگر نسلی به وجود می آید که پرچم اسلام را به اهتزاز در می آره. مادرانی به این سرزمین هستن، فرزندانی را شیر دادن که او شیر در وجودشان عشق الله و رسول را تولید کرد. عزیزان من، همه ما دعا کنیم که صلحی که به وجود می آید به نفع ایمان و اسلام
و به نفع قرآن و به نفع ملت مسلمان باشه. برای اونهایی که مانی صلح میشوند، برای اونها میگم از خدا بترسید، از الله بترسید. ما مسلمانیم، ملت افغانستان مسلمان هست. نکنید که بالاخره وضعیتی که سر انگلیس ها و روسا آمد سر شما بیای. امریکا میره، امریکا نمیمانه. به توفیق الله سبحانه و تعالی، به قوت ایمان و مجاهدین این سرزمین امریکا میره. برای مفسدین میگم، یا باید شما همراه امریکایی‌های خود بروید، یا باید در این سرزمین لاشه های پوسیده شما دفن بشید. نکنید، بس است. ملت هر روز کشته میده، هر روز رنج داره، هر روز ناامنی داره، هر روز اختطاف داره، هر روز ظلم و ستم میشه. مانی صلح نشوید. اینها والله دستاورد نیست. خجالته که بگی دستاورد. خجالته. کجای افغانستان امنیته؟ کجای افغانستان لقمه غذا را به آرومی و آسودگی میخوره؟ نکنید، بس است. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی، والله شبی دیگر نمی سوزد. خواهش من از کسانی که به عنوان نمایندگان نظام رفتن، خدا را مد نظر داشته باشید. خدا را مد نظر داشته باشید. نه دستاوردهای شیطانی 19 ساله‌ای که شیاطین جنی و انسی بر شما تسلط پیدا کرده ملت را تباه کردید. بیایید همه دست به دست هم بدهید، حکومت و نظام را اسلامی بگردانید. بیایید نظام را قرآنی بگردانید. بیایید ادارات خود را به خاطر الله از فساد، از ظلم، از بداخلاقی و بیهجابی و بدهجابی و اینها پاک بگردانید. بیایید همه دست به دست هم بدهید. این را بدانید. اونهایی که مانی صلح میشن این را بدانن. اگر با گفتگو حکومت اسلامی نشه، اگر با گفتگو نظام اسلامی نشه، اگر با تفاهم نظام اسلامی نشه، برای ظالمین و غلامان و حلقه به گوش میگویم که این ملت به شمشیر و به زور و قوت اسلامی، به توفیق الله و به قوت مجاهدین، حکومت اسلامی برپا خواهد شد.